إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برادران اسلام امروز در ارتباط به اینکه اسلام یک دین جامع و کامل است که هم بر دنیا توجه کردگی است و هم بر زندگی بعد از دنیا یا آخرت است و همیشه است و ابدی است صحبت میکنیم. یک بخش زیرا که بعضی های طور یک دزین مسلمان ها ترزیق میکنن یا تبلیغات سو میکنن، میگن که اگر دیندار میشی دین میگیری دنیا را دست میتی، زیرا اسلام دنیا را نمیخواهد. اسلام میگه در دنیا فقیر باش، حقیر باش، کارو بار نکو، زندگی نکو، بکو بسیار کم میگه، دنیا را آباد نکو. اینال اگر شما دین بگیرین، خصوصا دین اسلام، و بخواین که دیندار باشین و به اسلام کاملا چنگ بزنین، متدین شوین، دنیا را دست میتین. بعضی کافرها که گپ میگن، فاسقا هم میگن، چون که اونا این فکر اصلش از کشورهای کفری بیرونی آمدگی است که اونا در برابر دین خدا قیام کردن و استاد شدن. واقعا که دینی که اونا داشت و از پیش خود را جور کرده بودن به نام مسیحیت و عیسویت یا نصرانیت، دو چیزای بود که اگر کسی میخواهد که دیندار باشد باید دنیا را الا بده. واقعا این گپ بود. قال یا ماست قال میخوان که ایزره او را ترمیمش کنن و دنیای روز برابرش کنن. مثلا یک کسی میگه خب دیندارش کی میشه؟ دیگه پاپ شوه، نه پاپ میشه و کلان رهبره عیسویت شوه یا کاردینال شوه و مفتی شود، بازو دیگه ازدواج نکنه، عروسی بند، عروسی میگفت حرام است. یکی از چیزهای دنیا که انسان بسیار ضرورت اشد داره ازدواج است و غریزه جنسی انسان ازدواج پاسخ میته و جواب میته. اونا میگفتن که وقتی که دیندار میشی دیگه ازدواج نکن، ازدواج که نمیکنی دیگه پشت دنیا هم نگرد کاروبار و اینا، فقط دونم کلیسا باش، اموجا مردم برد نان میاره، دنیا را ترک کن. اینا یک کسی از اونا که دیندار قوی شوند ترک دنیا، ترک دنیا کت میگه، دنیا را الا کت. آیا اسلام هم میتور است؟ اونا اسلام هم میتور معرفی میکنن، میگه اسلام در زندگی ما نباشه، باز به خاطر که دین از اونا دنیا را از زندگیشان دور کرده بود، علیش خیستن و مبارزه کردن و جنگ کردن، بالاخره دین از زندگی خدا جدا کردن، دین از زندگی خانوادگیشان، یعنی دین خودشان، قانونی که داشتن، از زندگی اجتماعیشان و از زندگی اقتصادیشان، از زندگی سیاسی و قضایی و جزاییشان دور کردن. حال قانون دین قبول ندارن، دین ماندن در امو کلیسا و معبد داخلش کردن که نمی جهر که دینداری میکنه همینجا باشه. یا ظالمانه قضاوت درباره اسلام هم کردن، فکر کردن که اسلام هم میتوریم، چون که هم دین آسمانی است،
یعنی در دین بودن که تزو مشابهت داره، یام میتور باشه اسلام هم آلینا از زندگی خود خود دور کردن، حتی در زندگی ما نمیخوان. میگه زندگی قانون اسلام، اسلام چی؟ قوانینش، دساتیرش، امر و نهیش، چیز قانون خانوادگی باشد، قوانین سیاسی اجتماعی باشد، نباید در زندگی مسلمان باشد. میگه اینجا ما قانون جور کردیم، شما از این قانون اطاعت کنین. یا میخوان که ایرام امیتور کنن، کوشش شانمی است. ولی ما با شما و شما باید بفهمیم که اسلام یک دین کامل است، نظام کامل است که همه ابعاد زندگی ما را شامل است. سعادت و خوشبختی، رفاهیت و آسایش دنیا و آخرت هم میخواه، هر دوش. هر قدر که انسان در دنیا رفاهیت داشته باشد، راحت باشد، امنیت باشد، همان قدر اسلام خوش داره. اسلام امنیت ها یکی از نقطه های بسیار اساسی زندگی میدانه. امنیت اگر نباشد، هیچ وقت پیشرفت، ترقی، آبادی صورت نمیگیره، حتی عبادت هم نمیشه، عبادت الله هم نمیشه، تربیه هم نمیشه. امنیت بسیار مهم است. این هم نیست نعمت الله بیان کرده است در چندین جای. و باز اقتصاد، زندگی خوب، زندگی مادی خوب، این هم من حیث نعمت الله بیان کرده. این جای نگفته که زندگی خوب، اقتصاد خوب و خوراک خوب بد باشه. این نگفته اسلام. مثلا امنیت در صورت قریش که ما شما میخوانیم، لیلاف قریش، ایلافهم رحلت الشتاء و صیف فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. عبادت کنن رب و خالقی بیت را، مالکی بیت عبادت کنن، بیت الله. چرا مالکی بیت عبادت کنن؟ چی نعمت ارزانی کرده با بالای ما؟ الذي اطعمهم من جوع، و ذاتی که غذا داد اینا را از گرسنگی، یعنی سیرشان کرد. سیری یک نعمت است. و آمنهم من خوف، و امنیت داد اینا را از ترس، یعنی از ترسی که در زندگی زینا بود، در جامعه زینا بود، به امنیه که بود، امنیت برشان داد. امنیت من حیث یک نعمت است. در دیگه آیت هم میره بیان کرده کیست که امنیت نعمت است. مثلا در سورت انفال الله می فرماید که وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَلَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لعلكم تشكرون. صحابه را این نعمت را بیان میکنند. یاد کنین ای صحابه، این نعمت مرا از انتم قلیلون، وقتی که شما کم بودین، مسلمان های اولا میکن، مستضعفون فی الارض، در روی زمین بسیار ضعیف بودین، ظلم میشد سر شما، تخافون ان یتخطفکم الناس، میترسیدین که مردم شما را اختطاف میکنن، امنیت نداشتین. یه نعمت را یاد کنین که ای تو حالت خراب داشتین. چی کرد الله؟ فآواکم، جای داد بر شما، خانه و زندگی، جای زندگی نداشتین، در مدینه جای داد تا. و ایدکم به نصرهی، و قوی کرد شما را به مدد خود، الله قوت داد تا، حکومت قوی برتان داد. و رزقکم من الطیبات، و رزق پاکیزه برتان داد. این رزق بسیار نعمت کلان هست. هدف چیست؟ لعلکم تشکرون، تا اینکه شما سپاسگزاری نعمت الله را بکنید. همینطور آیت هایی که امنیت بسیار ضرور است، رزق زیاد نعمت الله است، این بیان شده کست. بسیار آیت هاست. مثلا این آیت دیگه که در سوره نحل است، و ضرب الله مثلا قریه آمنه آمنه مطمئنه یأتیها رزقها رغدا من کل مکان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يا صريح است که الله بیان میکند صفت یک شهری را، كانت آمنتا، با امن بود، مطمئن بود، یک امنیت بود، دیگه یأتیها رزقها رغدا من كل مكان، از هر طرف رزقش میامد. فریمان، یعنی فریمانی رزق، اقتصاد خوب، این بسیار نعمت است. امنیت، امنیت اقتصاد،
اینا چی کردن؟ فکفرت به انعم الله، نعمتای الله را کفران کردن. نعمت الله چی بود؟ و ضرب الله مثلا قریتا آمنتا مطمئنتا یأتیها رزقها رغدا من کل مکان، رزق از هر طرف می آمد. چی کار کرد؟ فکفرت به انعم الله، اهل مشر کفران کرد امین نعمتا. نعمتا چی بود؟ امنیت بود و رزق فراوان، اشکمش سیر بود، اقتصاد بلند، اینی بود بری شهر. اینی انعم الله، نعمت ها را چی گف شد؟ الله می عذاب آورد. عذاب چیست؟ فاذاقها الله لباس الجوع، لباس گرسنگی را آورد. گرسنگی من حیث لباس در وجود از اینا چسبید، این عذاب است. ملتی که فقیر باشه، گرسنه باشه، عذاب است. رسول الله صلی الله علیه و آله از فقر پناه خواسته در حدیث ایه، اللهم اینی اعوذ بک من الکفر والفقر، از کفر و فقر پناه میخوای. فقیر که بودی محتاج و محتاج کافر بودی، باید بیخی در بدر هستی دیگه. ایمان تا مدس میتی، آبروی تا مزت تا همه چیز تا دست میتی. فذاق الله لباس الجوع والخوف، لباس ترس، امنیتش به ترس تبدیل شد. چرا؟ بما کانو یصنعون، به سبب گناهایی که دائم میکردن. گناه ها معاصی آثام سبب چی میشن؟ سبب عذاب الله، سبب گرفتن نعمت امنیت و نعمت سیری و اقتصاد خوب. اقتصاد امنیت نعمت الله است. گناه کردی الله میگیره. عذاب الله چیست؟ بی امنی، خوف و ترس که اختطاف میشم، کشته میشم، زده میشم، چی کار میشه؟ این عذاب الله. گرسنگی، بیکاری، حرام و حلال با جمع کردم، این عذاب الله است. این سعی کنین که اسلام هم دنیا را میخواد، آخرت خو اونا دو آیت الله میکرد دوش از ما بخواین. بعضی آجیه را تمجید میکنه که دعج میرن و من الناس من یقول، میگوین که ربنا آتنا فی دنیا حسنه، در دنیا هم زیبایی شبتی، دنیا را هم بتی به ما یا الله، و فی الاخرت حسنه، در آخرت هم بتی زیبایی را، و قنا عذاب النار، از عذاب آتش نجات بتی. دیگه هم آیت هاست، مثلا در صورت بقره داود علیه السلام که در دشت آمد، در وادی بیت الله آمد، چیز وجود نداشت، دعا کرد که چندین دعا کرد، یکیشی بود که یا الله این شهر این بلد رزق فراوان بده، یکی از دعایش همی بود. و اید جعلنا البیت مثابتا للناس و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتیا للطائفین والعاکفین والركع السجود و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. رک میگه ابراهیم علیه السلام چی گفت؟ رب اجعل هذا بلدا آمنا. ابراهیم اب انبیا، کل انبیا در اولاد ازو تیر شده بعد از ابراهیم، این شهر آمنن، امنیت بگردان، شهر مکه را میگه. در امنیت نباشه چیز نمیشه، جور نمیشه. اول گفت امنیت، پیامبر که میاد امنیت باید باشه. امنیت یک نعمت کلان است. حالا یکم تو میگه مسلمان امنیت نمیخوان، چطور نمیخوان؟ چه قسم مسلمان باشه و امنیت نخواه؟ اون کدام مسلمان جاهل اگه باشه؟ امنیت میگه نمیخواد. چرا نمیخواد مسلمان؟ رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات، رزق بده اهل امی شهر بلد امین را، رزق بده من الثمرات، از انواع میوه ها و نباتات غلبا، یک دانه نی، یعنی خوب رزق فراوان، میوه و خوراکا و همه چیز. من آمن منهم بالله والیوم الاخر، کسی ایمان داره به الله و روز قیامت، یعنی به مؤمنین رزق فراوان بده، به کافر کم بده. این تو دعا کده. الله گفت و قال و من کفر، به من کافرام گفت میتم، به خاطر شما به من کافرام میتم، بانشان کافرا باشه. در حدیث میاد تا وقتی که مؤمن باشد، کلمه توحید باشه، قیامت برپا نمیشه.
این می عقیده توحید است و ایمان است که کافر نان می خوره. وقتی که مؤمن از بین رفت، کلمه توحید ختم شد، باز قیامت برپاست، با کافر یک گلاس آبام الله نمیده. ایمان است، اسلام است که آل دنیای قدر نعمتار استفاده کرده. اگر در روی زمین ایمان، اسلام، عقیده توحید نباشد، قرآن نباشد، کافر یک گلاس آب خورده نمیتانه. حالا شد دیگه، قیامت میه برپا نمیشه تا اینکه حتی یقال الله الله، یعنی الله واحد است، تا کلمه توحید باشه. یه دیسه ای است. پس اسلام هر دوش است. کافرها نباید ما شما را فریب بده که شما امنیت نمیخواهید. تومت است، این ظالم ها تومت میکنن. حینال مثلا الله متعال در صورت یک نعمت های قدرت خود، یک نعمت های قدرت خود الله بیان میکند که در سورت بقره 22، الذي جعل لكم الارض فراشا، زمین بر شما فرش کرده است، و سماء بناء، آسمان سقف جور کرده، و انزل من السماء ماء، از طرف آسمان از ابرها آب باران پایین میکنه، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، از انواع میوه ها بر شما رزق بیرون میکنه. پس شما چی کنین؟ شرک نکنین. فلا تجعلوا لله اندادا، بر الله شریک قرار ندین، کسی دیگر عبادت و اطاعت نکنین، فقط از قانون الله اطاعت کنین. و انتم تعلمون، در حالی که میدانین الله شریک نداره. چرا شریک جور میکنین؟ و میفرماید که یک کسی سرسبزی میکنه، آبادی میکند، هو الذي انشاكم من الارض واستعمركم فيها، الله شما را زمین آفرید، آباد کرده شما را، در شما صفت آبادگرایی را گردانیده که زمین آباد کنید. و می فرماید که حدیث سید بخاری مسلم است، مثلا حال ماه بهار است، نزدیک میشنه، سرسبزی و کار و کشت و این چیزا بکنیم نکنیم؟ بکنیم، بله، در این باره حتی ثواب داره. حدیث سید بخاری مسلم است که ما من مسلم یغرس و غرسن او یزرع و زرعن فیأکل منه انسان او طیر الا کان له به صدقه. هیچ مسلمان نیست که غرس میکند، یک نهال، غرس یک نهال، میوه‌دار یا بی میوه باشه، هر چی که باشه، میوه‌دار انوز خوب، بی میوه اون سرسبزی داره، حال میگن اکسیژن تولید میکنه و چقدر فواید داره غیر از اینکه سایه و اینا داره. او یزرع و زرعن، یا زراعت میکند، یک زراعت را، گندم، جو، جواری، لوبیا، نخود، برنج، چیزا زراعت میکند، فیأکل منه انسان، یک انسان از این میخوره، از این میوه استفاده میکنه، از این نهال ها و از این زراعت استفاده میکنه. او طیر، یا یک پرنده، پرنده و حیوان این چیزا، الا کان له بی صدقه، مگر اس از برای از این بینمی کارش صدقه است، یک نهال غرض کرد، میویش استفاده میکنه، مردم صدقه است، سایکو ثواب صدقه است. بعد از مرگت که مردی، از اون درخت چقدر استفاده میکنه؟ امیام یک صدقه جاریه میشه، اگر در خدمت هم مردم بانی. بعد صحابه باقای خدا نه وقف میکردن، این صدقه میشه. از زراعت استفاده میکنن، این صدقه میشه. یعنی ما شما باید خوب به کشت و زراعت توجه کنیم و خوب به غرس و نهالشانی و این گپا توجه کنیم. بسیار چیز اسلامی است. یکم تا میده این چیزا خودم مصروف کردی، کار دنیا است، و کار دنیا کار خوب است، کار بد خو نیست. و هر قدر که سرسبزی و آبادی و این چیزا باشد، حتی حیوانات استفاده کن، همه کلش صدقه است، کلش ثواب است. پس سرسبزی، یکم تا میست مسلمان ها سرسبزی را خوش ندارن، چطور ندارن؟ محیط زیست، محیط پاک، چطور ندارن؟ محیط پاک، محیط ما پاک بودن جز ایمان ماست، از طهور و شطر ایمان. رسول الله صلی الله علیه و آله حدیث میگه پاکی که است بخش بزرگ از ایمان است، یک حصه بزرگ از ایمان است. پاکی بدن، پاکی مکان، پاکی لباس، پاکی خانه، اطراف، ما حول، کل پاک، صفایی، صفایی و پاکی خو جز ایمان است. نیکی که کدام مسلمان ها خدا با مردار کردن و نام خدا ملنگ ماندن، او کار خودشان در دین ملنگی و مرداری و نجاست و این چیزا نیست، ناپاکی نیست. اسلام دین پاک است، دین صاف است. تا اولین آیات وحی به پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد، گفت یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر، لباسایت خوب پاک و رجز فهجر، پلیتیا رو سکو، نجاست پلیتی نمانده در اطراف ما حوله.
پلیتی شرک باشد، اینا پلیتی عقیده را هم پاکو، اینما المشرکون نجسون، مشرک نجس است. پلیتی شرک، پلیتی نجاست های ظاهری و باطنی هر دوش در جامعه اسلامی نباید باشد. چی شرک عقیدتی، پلیتی عقیده باشد، شرک باشد یا ظاهری و لباس باشد. پس ما و شما باید که به امنیت واقعی خود و آبادی سرسبزی های خود توجه کردن و اقتصاد خوب خود توجه کردن، این جز ایمان است و جز اسلام است. الله بعضی وقتی از این نعمت ها یاد میکنه، فکر میکنی که انسان کل زمین سرسبز بسازه. آیات ها را که میبینی میگه یوم بتو لکم به الزرع و الزیتون و النخیل و العناب و من کل الثمرات ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. ده این نشانه های قدرت الله است که الله میرویاند بر شما زراعت را، زیتون را، درخت های زیتون، درخت های خرما و عناب، انواع انگورها سرسبزی کنین و من کل ثمرات، انواع میوه ها، هر قسم میوه و سرسبزی باشد الله بیرون میکنه ای برتان خوب است. این فی ذلک لآیات، به این دلایل قدرت و وحدانیت الله است. لقومی تفکرون، با توسط ازی الله را بشناسین، عبادت و اطاعت کنین، شکران نعمتش بکنین، قوانین الله را در زندگیتان عملی کنین. ما آیت های زیادی است که انسان وقت ما دیگه پوره شده، مثل اگه حدیث سید پیغمبر میفرماند من کان لو ارض فلیزرعها، کسی یک زمین داره او را زراعت کنه، کشتش کنه، او لیم نحا اخا، خودش نمیکنه به برادر مسلمان بده، بده با یک دقان دیگه، هیچ بر حق نمیته بگو میره خودت خورده برو، ولی سبزش کو، کشتش کو، زمین خالی نمونی. چقدر زمین های ما میال خالی هستی، چیز نداره، دشت هاست، آب فریمان داره، می در اسلام نیست، به خاطر خود ما محتاج. امیال افغانستان زمینش زیاد است، نفوسش کم است، 30 میلیون هم نیست، میگه 27-28 میلیون. زمین شق هست که 200 میلیون انسان نان میتا، نقه زمین داریم. پاکستان یک کمی از ما و شما قدر زمین زیاد است، 200 میلیون نفوس شد و خودم نان میتا، مارم میتا، آرد و این چیزا از اون جمعیت. چرا ما و شما خود نان داده نتانیم، خود نان داده نتانیم؟ کل ما و شما این توجه به کشت و زراعت و سرسبزی جز ایمان است. اسلام هم دین دارد، قانون دارد، هم دنیا اردوش است. کسایی که میگنی نیست اشتباه میکنن دیگه. الله به ما شما توفیق بده که، ولی شما دیدین که نعمت های دنیا الله یاد کرد، گفت که وحدانیت الله و عبادت و اطاعت الله را فراموش نکنین، در این وقت دنیا را آباد کنین، آخرت تان را آباد کنین. دنیا که از جای عبادت و اطاعت است که زندگی بعدی تان هر دوش توجه کنین، با آخرت زیادتر توجه کنین. چقدر که به دنیا میدوین، از این که به آخرت هم بدوین. این آخرت کار که میکنی دنیای تام خوب میشه، این الله تضمین کرده. رسول الله هم برای آخرت و دنیا کار کرد، دیدین که حکومت بسیار قوی، صحابه اینا حتی دنیا را نجات دادن. این اقتصاد بالا شده بود، کسی فقیره که زکات بگیره پیدا نمیشه در زندگی مسلمان ها. وقتی که ما اگر دین خدا اله کردیم، قانون و نظام خدا، با زندگی دنیای ما خراب میشه. الله بر ما شما توفیق عمل و ثبات بتا. بارک الله لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر و رب الرؤوف الرحیم.